مارکر های ما هم اینجا هستن توی منوی مارک مارکرز. اگر شما با نرم افزار دیگه کار کرده باشید احتمالا دیدید که روی تایملاین میتونید مارکر بذارید. فاینال کات امکان رو نداره و شما حتما فقط روی کلیپ میتونید مارکر اضافه بکنید، نمیتونید روی خود تایملاین مارکر بذارید. اینه که اینو حتما در نظر داشته باشید. مثلا شما میتونید بیاید اینجا بگید که فرض کنید این لحظه رو برای من مارک کن، یا که شما میرید اینجا دیده میشه، یا میتونید بگید اینجا برای من یه مارکر بذار یا اینجا برای من یه مارکر بذار، ولی نمیتونید بگید روی خود تایملاین این کار رو بکنید. خب حالا چجوری میشه مارکر اضافه کرد؟ خیلی راحت، همون دستور M هست که توی فاینال کات 7 هم به همین شکل بود. اگر خواستید شما به محض اینکه اضافهش کردید بتونید به تنظیماتش هم دسترسی داشته باشید، Alt M رو باید بزنید، و اگر خواستید تغییرش بدید Shift M. به طور مثال من اینجا میخوام یه مارکر بذارم Alt M و اینجا میخوام بنویسم که مثلا کارت سایت دان. اگه من فقط اینجا M رو بزنم دیگه خودش فقط یه مارکر میذاره، این تنظیماتش رو من نمیتونم ببینم، ولی اگر Alt M رو بزنم میتونم بلافاصله به تنظیماتش هم دسترسی داشته باشم. و همونطور که شما دیدین اگه خواستید رو هر کدوم از این رفتیم تغییر بدین اون این مشخصات مارکر رو، Shift M رو میزنید. اما این تنظیمات چیا هستش؟ خیلی ساده است، شما اینجا میتونید یه چیزی اضافه کنید. به طور مثال حالا هر چیزی اینجا من بذارید، مثلا اینجا Shift M دان. اگر شما روش هم دبل کلیک بکنید باز همینطور هست. یه نکته که هست، شما سه جور مارکر دارید. مارکرهای عادی شما که با رنگ آبی دیده میشن، مارکرهای تو دو شما که با رنگ قرمز دیده میشن. تو دو برای زمانی که شما میخواد بگید مثلا اینجا حالا میخواستید یه کاری بکنید، یه اتفاقی مثل یه لیست تو دو براتون درست میکنه که بعدا میتونید اینا رو چک بکنید و تیک بزنید زمانی که کارتون تموم شد، و بزنید کامپلیتد که بعدا از قرمز به سبز تبدیل میشه. و چیز دیگه هم که اینجا هست، این عنوان چپتر مارکر هست. چپتر مارکر ها برای زمانی که میخواین اکسپورت کنید به یه نرم افزار مثل دی وی دی پلیر یا برای وب یا چیزهای دیگه، میتونن برای شما توی اونجاها کار کرد داشته باشن. به طور مثال من اگه بیام اینجا این روش دابل کلیک بکنم، شما همونطور که میدید یه چپتر مارکر اینجا اضافه میکنه که اینو من بعدا اگر بخوام میتونم اکسپورت بکنم به این نرم افزاری به طور مثال مثل ادوب آنکور یا دی وی دی استودیو پرو. خب حالا شما میخواییم بین این مارکرها جابجا بشید، میخواییم بین مارکر قبلی بعدی، اینجا Go To رو شما باید بزنیم. ببخشید قبل از اینکه من بریم سراغ قسمت Go To، اگر خواستید مارکرها رو جابجا بکنید باز با نقطه و کاما هست. همونطور که شما خاطرتون هست نقطه و کاما میتونست انتهای یک کلیپ رو جابجا بکنه یا خود یک کلیپ رو جابجا بکنه. حالا شما اگر مارکر رو انتخاب بکنید و اگه اشتباه کرده باشم کنترل بود، بله دقیقا کنترل و نقطه یا کاما خود مارکر رو برای شما جابجا میکنه. M همونطور که مارکر رو اضافه میکرد حالا کنترل M پاکش میکنه. باز شما همونطور از اینجا میتونید ببینید دیلیت مارکر هست. اگر همه مارکر ها رو خواستید پاک بکنید میتونید این رو انتخاب بکنید کلیپتون رو، ولی دیلیت all markers که کنترل شیفت M هست. من اینجا الان دو تا مارکر یا سه تا مارکر اضافه میکنم. حالا شما اگه بیاید توی منوی گو اینجا میتونید بیاید ببینید که رنج استارت رنج اند، اینا شما رو میاره به این پوینت و آوت پوینتتون. به طور مثال شما اگر اینجا یه آوت داشته باشید، اینجا یه این و حالا خود پلیهدتون اینجا باشه، Shift I شما رو میاره به این پوینت، Shift O شما رو میاره به آوت پوینت، و دقیقا این دوتا هستش. شروع و پایان بالا و پایین خواهند بود، همطور که احتمالا توی نرم‌افزارهای دیگه هم باهاش آشنا هستید. چپ و راست یه فریم شما رو عقب و جلو میبرند که باز دقیقا اینجا دیده میشه، چپ و راست. Next frame یا previous frame
و این چیزی هم که اینجا شما میبینید خود کلون و سمای کلون شما رو بین کات ها جابجا میکنه. به طور مثال شما میتونید اینجوری بیاید روی این نقطه ها که مثلا همون بالا و پایین راستش زیاد تفاوت آنچنانی باهاش نمیکنه. و آخرین عنوانی هم که اینجا داریم کی فریمز هست. شما اگر روی یک کلیپ کی فریم داشته باشید میتونید بیاید روی کی فریم قبلی، کی فریم قبلی، کی فریم بعدی که اینجا ما میتونیم بیاییم توی نیکست کی فریم که آلت و کلون و آلت و فکرم سمای کلون باشه اگه اشتباه نکرده باشم. که به این شکل هست. اگر من اشتباه میگم اسم این دوتا دکمه رو واقعا ببخشید، این دوتا دکمه بغل دست هم هست. شما آلت رو اگر نگه دارید با این دوتا میتونید بین کی فریم ها جا به جا بشید. فکر کنم منوی مارکمون هم تموم شد چون خیلی ساده و خیلی مشخص هست تقریبا همه چیش. چیزی نمونده که من بخوام خدمتون توضیح بدم. فقط تنها موردی که هست اگر اینها تو دو باشن، مثلا فرض کنید من اینجا مثلا change color correction، حالا بعدن که اومدم color و این رو به یه تو دو تبدیل میکنم، بعدن اگه تغییرش دادم میتونم بیام عوضش کنم، ولی این نقطه کوچو، این چیز کوچولویی که اینجا شما میبینید میتونید بعدن بیاین اینجا بگید که به طور مثال توی تگ های من این نقطه های قرمزی که دیده میشن دقیقا همون تو دو های شما هستن. خیلی راحت و خیلی سریع شما میتونید اینجا بیایید بگید حالا فقط اینجا توی این قسمت سرچ من فقط مارکر ها رو نشون بده، فقط کیورد ها رو نشون بده، فقط آنالایزد کیورد ها رو نشون بده، تو دو لیست ها رو نشون بده که اینجا شما میتونید تمام اون لیستی که اینجا دارید، حالا مثلا واسه کارهایی که قراره انجام بدید رو میتونید ببینید و دونه دونه میتونید بیاید سراغ اونها. مثلا من اگه یه چیزی هم اینجا داشته باشم تو دو دان، شما میبینید که اینم اینجا اضافه میشه. حالا من دونه دونه میتونم اینا رو انجام بدم، بعدم بیام بزنم آره حالا این کار آل کورکشن انجام دادم که اینجا حالا الان توی این قسمت کامپلیتد دیده میشه و چپتر مارکاتون رو هم که با این عنوان میتونید ببینید.